شماری از شهروندان هرات از قرارداری شدن پارک های تفریحی این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند برای رفتن به پارک آن هم رایگان مجبورند مبلغی را هزینه کنند. با این وصف گفته هایی وجود دارد که در قرارداری شدن پارک ها افرادی از شورای شهر و کارمندان قبلی و فعلی شهرداری هرات دست دارند. سید حسن حسینی گزارش می دهد. برخی از شهروندان هرات از قراردادی شدن پارک‌های تفریحی این ولایت شکایت دارند. مردم به این نظرند که پارک‌های تفریحی جزء خدمات رفاهی دولت برای شهروندان به شمار می‌رود و شهرداری باید این خدمات را رایگان ارائه دهد. حق شهروند باید پارک در اختیار مردم و اطفال باشه که مردم برای استفاده کنند. کسانی هست توانی داره میره، کسانی هست که توانی نداره. مادر خب پیر خب میاد دام پارک دی. 5 تا واسه 5 روپیه میشه. خب بیزار از پارک میشه. بیرون میری حتی توالت داره، فلان داره، امکانات داره، میری پول دریافت نمیکنه کسی. ولی خب این جگو از یک چرخ خود جداگانه از یک بچه میگیره، از یک دیگه جداگانه میگیره. دام پارک میبری بری باید پول بدی. طفل تاشم گیریه میکنه بابا بر پارک نمیتونی ببری. در هرات دست کم 6 پارک بزرگ تفریحی وجود دارد و از این میان 3 پارک آن برای ورود بلیط مطالبه میکنند. با این وصف گفته هایی وجود دارد که افراد خاصی از شورای شهر، کارمندان پیشین و کارمندان فعلی شهرداری هرات در قراردادهای پارک های تفریحی شهر مستقیم دست دارند. از سوی دیگر شورای شهر هرات به این نظر است که قراردادهای پارک های تفریحی غیر منصفانه و غیر عادلانه است. متاسفانه تعمیرهای قانونی از این صورت معیاری صورت نگرفته. پارک ها بعد یک سال یا دو سال به قرارداد داده می شد که قرارداد از اینا 5 ساله بوده و حتی از در همون زمان از شورای شهر یک هیئتی بود که جزء کمیسیون قراردادها بود که حتی او هیئت شورای شهر در اصلا در جریان از این موضوع قرار نگرفته. بخاطر مسائل شخصی و منفعت های خصوصی که خود از اونا داشتن برای افراد مورد اطمینان خود پارک ها به قرارداد دادم. شهرداری هرات از چندی به این سو روند بررسی قراردادهای پارک‌های تفریحی را آغاز کرد، اما بنابر دلایل نامعلومی با جنجال‌های زیادی همراه بود. جریان‌های زیادی در هرات با گرد هم‌آوری مردم مقابل دروازه شهرداری خواستند جلو این روند را بگیرند، اما شهرداری هرات مصمم است تا به این قضیه رسیدگی کند. پارک‌هایی که در سطح شهر هرات می‌بینید کلاً ملکیت شهرولی هرات، از جمله پارک گل‌ها، پارک پاسار، پارک پشتون پل، اینا کلن پارک گلها گفتم، پارک پاسار، پشتون پل کلن به اجاره داده شده، یعنی تمام پارک مکمل. پارک های دیگه هم داریم مثل تخت سفر جدید، تخت سفر سابقه، شیدایی، کینه ها، پارک ترخی، بعضی ملکیت های در داخل دی پارک ها از طرف شهرولی به اجاره داده شده، اما کلن پارک به اجاره نیست. پارک هلالی یا پارک پای حصار به 45,000 افغانی در ماه به کرایه داده شده است. این در حالی است که تنها کرایه یک دوکان آن بنابر شواهد 50,000 افغانی است. همچنین مجموعه تفریحی 50-50 هم در بدل 50,000 افغانی به کرایه داده شده بود و گفته می شود یکی از سهامداران اصلی آن از کارمندان بلندپایه شهرداری است. قابل ذکر است که تا قبل از سال 1392 هیچ پارکی در هرات به قرارداد نرفته بود.